وقتی غذا در گلویتون گیر کرده باشد میتواند ناراحت کننده و آزاردهنده یا ممکن است دردناک باشد. چی راه حل و راه تسکین برای آن وجود دارد؟ همراهان خوبم، در این ویدیو از پیام پادکست در مورد مشکل گلوگیری برای شما یک مطلب مهمی را تهیه نموده خدمت شما تقدیم می دارم. منبع این مطلب مؤسسه مراقبت های صحی بهمانت است که پیوند آن را در زیر این ویدیو گذاشتم. دوستان و همراهان خوبم، لطفاً تا آخر این ویدیو مرا همراهی کنید. برای اینکه مطالب بهتری را تهیه کنم پیام پادکست را سابسکرایب و ویدیوهای مرا لایک کنید. نظراتتان را در قسمت کامنت بنویسید تا در ویدیوهای بعدی رعایت گردد و مطالب مورد نظرتان را برایم پیشنهاد کنید که در قسمت‌های بعدی برای شما تهیه نمایم. توجه شما را به ادامه این موضوع جلب می‌کنم. لورلای گورنیکا دکتر پیدمانت خانواده می‌گوید شاید ترین دلیلی که مردم احساس می‌کنند غذا در گلویشان گیر کرده است، دیسفاژی ناشی از بیماری رفلاکس معده پمری است و همچنین به عنوان سوزش سر دل یا رفلاکس نیز شناخته می شود. دکتر گارنیکا می گوید غذا می تواند در قسمت بالای مری گیر کند که می تواند وارد نای شود و باعث انصداد هوا و خفگی شود. اگر کسی در حال خفگی است چی باید کرد؟ علایمی که نشان می دهد فرد در حال خفگی است عبارتن از ناتوانی در صحبت کردن، مشکل در تنفس و پر سر و صدا یا جرجر، آبی شدن لبها، ناخونها و پوست، برافروخته شدن یا رنگ پریده شدن پوست، سرفه کردن و آبریزش آب دهان. اگر فرد به شدت سرفه کند، او را تشویق کنید که به سرفه کردن خود ادامه دهد. اگر در حال خفگی می باشد و نمی تواند صحبت کند، تکنیک های زیر را امتحان کنید. 1. فرد را به سمت جلو خم کنید و با پاشنه دست بین تیغه های شانه بزنید. این عمل را 5 بار تکرار کنید. 2. پشت فرد بیستید و دستان خود را دور کمر او بپیچید. مشت خود را به شکم آن بپیچانید. با دست دیگر مشت خود را بپوشانید. شکم او را با مشت حرکت سره به سمت بالا فشار دهید. اگر کودک می باشد و در حال خفگی است، پشت او زانو بزنید، سمت شست دست را در قسمت میانی پشت کودک قرار دهید، با مشت 5 بار آهسته بزنید. این دو نکته را تا زمانی که فرد بتواند دوباره تنفس بکشد یا سرفه کند تکرار کنید. تأکید می شود هرگز با انگشت خود سعی نکنید آن شی را از دهان یا گلو خارج کنید. این می تواند جسم را بیشتر به داخل راه تنفسی فرد فشار دهد. اگر تنها هستید و احساس خفگی می کنید، مشت خود را درست بالای ناف خود قرار دهید، دست دیگر خود را دور دست اولی خود بپیچید، روی یک سطح سخت مانند صندلی یا میز خم شوید، اولین فشار خود را به سمت داخل و بالا محکم فشار دهید. علایم بیماری رفلاکس معده و مری. اگر احساس می کنید توده ای از غذا در گلویتون گیر کرده است، شاید ترین مقصر آن رفلاکس معده است. دکتر کارنیکا پیشنهاد میکند که مقدار آب بنوشید و یک آنتی اسید بدون نسخه مانند تونز مصرف کنید. علایم دیگر عبارت از مشکل در بلعیدن، سرفه مزمن، احساس سوزش در قفس سینه. برای علایم سوزش مزمن معده دکتر کارنیکا توصیه میکند ابتدا تغییرات در سبک زندگی ایجاد کنید و اصلاحات سبک زندگی زیر میتواند به تسکین علایم کمک کند. از خوردن غذاهای تند، چرب یا اسیدی خودداری کنید. حداقل تا 3 ساعت پس از صرف غذا دراز نکشید. اگر در حال حاضر سیگار میکشید، سیگار را ترک کنید. وعده‌های غذایی کوچکتر بخورید. سر تخت خود را حدود 6 اینچ بالا بیاورید.
اگر سبک زندگی هم مؤثر واقع نشود، از دواهای اسیدی بدون نسخه و با نسخه شما می توانید امتحان کنید. در صورت عدم تداوی، گیر کردن توده در گلو می تواند به طور بالقوه باعث آسیب به مری و حتی منجر به سرطان مری شود. باید دنبال مراقبت های طبی باشید. دکتر گارنیکا می گوید از علایم خود آگاه باشید و به بدن خود توجه کنید. اگر شما هر گونه نگرانی سلامتی دارید، همیشه این یک ایده خوبی است که به دنبال ارزیابی طبی باشید. شرکت در کلاس کمک های اولیه برای یادگیری این تکنیک ها از یک متخصص می تواند مفید باشد. یاد داشتن این مهارت ها می تواند جان یک نفر را نجات دهد. امیدوارم هیچ کسی به این مشکل مواجه نشود و اگر کسی گاهن به این عارضه دچار می شود، و راهنمایی های بالا بپردازند و زودی بر مشکل خود پیروز می گردند. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. صحتمند و سلامت بمانید.